در این بخش از برنامه آرش سیگارچی با ما همراه هست تا به مروری بکنیم بر آخرین خبرهای انتخابات از ایران. آرش، تا همین چندی پیش گفته شد، تا ساعتی پیش گفته شد که این نتیجه نهایی است برای مجلس خبرگان، ولی بعد خبر آمد که تا این لحظه است این نتایجی که اعلام شده و حالا نتایج هم به نظر میرسه که با این پیش بینی که گفته میشد اگر مردم مشارکتشون بالا باشه نیروهای تندرو کمتر راه پیدا میکنن به خبرگان هماهنگ است، به حال آقای مصباح یزدی حذف شد. نشانه ها همین هست فهیمه. در واقع اون چیزی که الان اعلام شده، فقط تو بخش خبری قبل بهروز اشاره کرد، نتایج قطعی نیست. وزارت کشور بیانیه حدود دقایق پیش اعلام کرد که این نتایج قطعی نیست، شمارش آرای خبرگان ادامه داره، اما نشانه ها نشون میده که در لیست 16 نفری که هست عملا خبری از نامزدهای، همه نامزدهای اصولگرایان که تبلیغ میکردن نیست. تنها سه چهره اصلیشون حضور دارن که خیلی هم حضورشون متزلزله. آقای جنتی تو لیست اولی که 3 ساعت پیش از انتخابات خبرگان در تهران اعلام شد نفر 10 بود، بعد شد 11 و محمد یزدی هم همینطور و مصباح یزدی که الان اشاره کردی از لیست 16 نفره خارج شده. نکته مهم اینه که حالا وزارت کشور میگه این نتایج قطعی نیست و اگر قرار باشه باز شمارش حالا ادامه داشته باشه کما که وزارت کشور اعلام میکنه، امکان داره این افراد باز پایین‌تر بیان. بسیار خوب. اما انتخابات مجلس چطور؟ تا این لحظه فقط لیست اولیه تهران اعلام شده و الان پرسش این هست که چه چشم‌اندازی میتونیم داشته باشیم که بیشتر چه گروهی به مجلس برن؟ ببین، لیستی که بهروز بهش اشاره کرد در واقع 29 اصلاح طلب هستن و 1 نفر از اصولگرا آقای حداد عادل هست و عملا وقتی به این لیست نگاه کنیم اهمیت نفرات بعد از 30 هست. من انتخاب کردم 32 مرتضی آقا تهرانی هست که از چهره های نزدیک به دولت احمدی نژاد بود، 33 محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود، مرضیه وحید دستگردی هست. اینا نفراتی هستند که نتونستن فعلا جزء 30 باشن. بیژن نوباوه در واقع نفر اول دوره قبل اصولگراها در انتخابات مجلس در تهران بود و چهره‌هایی مثل مهرداد بسپاش و حسین مظفر. از طرف دیگه می‌بینیم که علی لاریجانی در قم نتونسته رأی اول رو کسب کنه و عملا اینها نشونه از این است که اگر این لیست اصلاح طلبها بتونه نهایی بشه و اینها رأی آورده باشن، شاید به طور قطع بتونیم بگیم که رئیس مجلس آینده تغییر خواهد کرد. یه نگاه کوتاهی هم بکنیم به روند اعلام نتایج شمارش آرا. از صبح گفته میشد که یکم کند شده این روند، درسته؟ همینه فهم در واقع هر وقت که لیست رو اعلام میکنن ساعت‌های متمادی میگذره و لیست جدید اعلام نمیشه. الان خبر خاصی نیست. آخرین لیستی که دادن مال در واقع لیست در واقع انتخابات مجلس در تهران بود که حدود 3 ساعت ازش 2 ساعت ازش گذشته و هنوز به روز نشده. واقعیت اینه که یه ذره داره نگرانی ایجاد میشه از طرفی چون سابقه انتخابات مثل انتخابات 88 در ایران هست، به همین دلیل خیلی نگرانن. تو فضای مجازی خبری از اول ایسنا و بعد جایی دیگه نقش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی رفته می‌خواسته بده وزارت کشور، اما گویا جلوی وزارت کشور ایشون رو برگردوندن یا حالا بهش گفتن که نیازی نیست، داره حل میشه و اینها. اما به هر حال یه مقدار این مسئله حاشیه داره میشه و از اولین نتایج انتخابات تهران هم اگه من وقت دقیقش رو بخوام بگم 4 ساعت گذشته و هیچ بروزرسانی نشده. خب این رو بعد همچنان پیگیری کرد. ما آخرین خبرها رو به اطلاع بینندگان سالی آمریکا میرسونیم، اما اگه بخوایم جنبندی خیلی کوتاهی بکنیم آرش، از شمارش آرا و اعلام نتایج تا این لحظه آیا چشم‌اندازی داریم که راه یافتگان به مجلس بیشتر چه گروه و چه کسانی هستن؟ میتونم به طور قطع بگم تندروهایی که در واقع تندروهای اصولگرا که به جبهه پایداری معروف هستن چند چهرهشون تونستن به مجلس برن، در حالی که در دوره قبل در دوره فعلی یعنی مجلس نهم چهره‌های شاخص‌تری داشتن و در این حال هم خب اصلاح طلبها رقم حضورشون در مجلس بیشتر هست، مستقل‌ها و میانه‌روها. گفتم علی لاریجانی هم که از قم نفر دوم شده یه مقدار متزلزل هست و جمع اینها میشه گفتش که در واقع مجلس دهم یه مجلس جدیدتری خواهد بود که با مجلس نهم خیلی فرق داشت.